درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید اسپانسر این ویدیو اپلیکیشن دوستیابی کاملا رایگان چشمک می باشد اگه دنبال پارتنر ایرانی هستی باید یه اپلیکیشن دوستیابی ایرانی نصب کنی و البته رایگان با افتخار معرفی میکنم اپلیکیشن ایرانی کاملا رایگان چشمک توش پر از یوزرهای ایرانی هم از داخل ایران هم از خارج از کشور همه فیچراش رایگانه هم توی اپ استور هست هم گوگل پلی آیا میدونی دلیل اینکه قالیباف با خیال راحت به لبنان آمد و رفت اما اسرائیل با او کاری نداشت چی بود برای اسرائیل زدن یک هواپیما حتی نرسیده به آسمان بیروت مثل آب خوردنه اما چرا نزد اول اینکه این گونه سفرها با وساطت کشورهای دیگه انجام میشه و اسرائیل به خاطر حفظ روابط با کشورهای واسط خیشتنداری میکنه مثلا اسرائیل خیلی برای داشتن رابطه خوب با عربستان و امارات و قطر به درخواستای اونا پاسخ مثبت میده دوم یکی از هدفهای سفر قالیباف به لبنان رساندن پیام خامنه ای به دولت لبنان بود که تلاش کنه قبل از اینکه حزب الله نابود بشه موضوع آتش و قرارداد 1907 شورای امنیت رو عملی کنه چیزی که اسرائیل هم قبلا درخواست میکرد سوم اصولا رفتار اسرائیل با جمهوری اسلامی بسیار متفاوته با رفتار چکشی که علیه حماس و حزب الله داره جمهوری اسلامی از سوی بایدن، مکروم، بریتانیا، اسپانیا و روسیه حمایت میشه و اسرائیل سعی میکنه خطوط قرمز در روابط بین المللی رو تا حد امکان رعایت کنه. چهارم، اگر اسرائیل قالیباف رو دیروز میزد، رژیم آخوندی شروع به مظلوم نمایی میکرد و برنامه حمله اساسی اسرائیل به جمهوری اسلامی به هاشیه میرفت. برای همین، جمهوری اسلامی در فضای مجازی مزدوره و ارزشیاش رو پر کرد که بنویسند. قالیباف تقریبا 20 سال ادای دیگران رو در می آورد به نظرشون حالا که ادا در نمیاره و خودشه بهترین دوران سیاسی خودش رو طی میکنه ببینید دوستان قالیباف یک زمانی میخواست رضا اسلامی بشه حالا هم با خلبانی میخواد رسم محمد رضا شاه رو تجربه کنه هرچند کنترل این هواپیما طبق تصاویر دست کمک خلبان بود جمهوری اسلامی از دیروز رسانه ها رو معمول کرد تا بنویسند که قالیباف رفته زاهیه بیروت در صورتی که اینجا زاهیه جنوبی نیست اینجا منطقه البسته قرب بیروته برای قالیباف یک ساختمان مخروبه پیدا کردن تا به همه بگه مثلا شجاعه البته سله محافظ که در تصویر میبینید اما معموریت اصلی او فقط آوردن جنازه نیل فروشان به بیت رهبری نبود بلکه رساندن دلار یعنی سرمایه های کشورمون به نکبت های تروریست هم بود و طرفداران خود رژیم هم براش نوشتن که آقای قالیباف کاش توضیح بدی که پسرت اسحاق رو چرا به خودت بردی تاجیکستان و لبنان و الانم تو راه سوئیس این آقازاده بازیا با هزینه بیتون مال تا کی قرار ادامه داشته باشه و اما این خبری که ارزشی ها فاش کردن که قالیباف به سوئیس میره یعنی مکرون هم رژیم رو فروخته و قالیباف که یک مهره اصلیه زودتر از همه خبردار شده و فرار از قدیم سوئیس کلمه رمز فرار بوده برای خلافکارها به ویژه اونایی که به شغل شریف پولشویی مشغولند یعنی با غیر در رفت خانم ها و آقایان من قبل از اینکه به ژنو بیایم به لبنان سفر کردم با مسئولین و مردم و آنجا صحبت کردم آنها از من خواستند که صدای مظلومیت و ایستادگی آنها را به شما برسانم آنها از ما اقدام عملی میخواهند ما روزهای مهمی در پیش داریم و باید تصمیم بگیریم اگر بتوانیم تصمیم جمعی بگیریم پیروزی نزدیک و نصرت خداوند حتمی است در شرایطی که عراقچی با اماننامه بایدن رفت بیروت قالیباف با اماننامه مکرون رفت امومانوک همیشه به این جور افراد میگفت دو آستری یعنی در واقع خامنه ای متوسل به جاسوس های غربی شده چون پوتین ولش کرده مشکل آخون چند چیزه اینکه حامیان اصلیش روس ها و دموکرات ها هستند که هر دو الان در مخمسن نه اینکه نخوان کمک کنند دیگه نمیتونن آن هم وقتی که کل میانه به خصوص عربستان دشمن آخونداست و طرحهای ترورش علیه ترام هم رو شده خودتون ببینید که عراقچی اون وره قالیباف این بره فرماندهان سپاه قدسش هر کدوم یه طرفن و این دست و پا زدنشون فقط برای خودی های نظامه که گولشون بزنن منطق جمهوری اسلامی و مزدورانش اینه که اسرائیل به رغم الزامات دکترین امنیتی نظامیش از خیر واکنش نظامی به جمهوری اسلامی گذشته چون قالیباف خلبان بود و اسرائیل از این بابت ترسیده بود و توهم بعدیشون اینه که حزب الله از نظر قوای نظامی شکست نخورده چون قالیباف خلبان بود به لبنان رفت و در زاهیه قدم زد توهم بعدی اینه که جمهوری اسلامی با روسیه هم روابط راهبردی داره چون قالیباف که خلبان بود هواپیما رو در سن پیترزبورگ به زمین می نشونه و جالب ترین توهمشون اینه جمهوری اسلامی ابرقدرت منطقه است و همه مشکلات مردم در ایران حل شده است چون قالیباف خلبان بوده ببینید دوستان رژیمی که کفگیرش ته دیک خورده و در تله اسرائیل افتاده و داره دست و پا میزنه چنین رفتارهای غیر طبیعی از خودش نشان میده به نظر شما قدرت از این باشکوه تر در دو هفته گذشته داریم که هر دو هفته یک بار مقامات رژیم میرن لبنان و جنازه سردارشون رو با خاکانداز جمع میکنن و میارن اینا کارشون به جایی رسیده که عدم پاسخگویی رو هم موفقیت میدونن مثلا حسین شریعت مداری پامنقلی میگه پاسخ ندادن سپاه پاسداران به شایعه ها درباره غیبت اسماعیل قاهانی رو موفقیتی چشمگیر میدونه او بعد از کشیدن دلول تریک صبحگاهی نوشته که سپاه در حالی که هیچ نکته ای از نگاهش پنهان نیست به هیچ یک از شایعات پاسخ نداد و دشمن رو در حالتی از گیجی و منگی تنها گذاشت و در ادامه تلاش رسانه های جمهوری اسلامی برای مقابله با گزارش ها درباره بیخبری از وضعیت اسماعیل قاهانی خبرگزاری فانس وابسته به سپاه پاستاران فتوایی از علی خامنه ای منتشر کرد که در آن میگه نشر خبر از منابع یا منبع موثق در صورتی که احتمال کذب آن نرود جایز است یعنی یه چیزی تو مایه های همون دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست یعنی دارن میگن خبری که از منابع غیر موثق یا مشکوک منتشر بشه و احتمال کذب بودن آن وجود داشته باشه انتشار آن جایز نیست و این در حالیه که محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشین ارشاد با انتشار تصاویری از علی خامنه ای محمد باقر غالیباف و عباس عراقچی در کنار تصویر حسن نصرالله قاسم سلیمانی و ابراهیم رئیسی شعر بوی گلزار شهادت رو منتشر کرد که یعنی داره پیشا پیش به این سه نفر شهادتشون رو تبریک میگه و منم پیشا پیش این اتفاق زیبا و شیرین رو به ملت ایران و تمامی فارسی زبانان دنیا تبریک میگم باشه که خبر تک تکشون رو بشنویم به نظرتون چه خبری در راهه که حتی آخوند حسین مظاهری از مراجع تقلید شیعه میگه امیدواریم که حوزه علمی قوم جز و اهداف حمله اسرائیل نباشه میبینید دوستان اینا خونده واقعا احمقن اینا باید خدا خدا کنن که اسرائیل بزنه چون دردش کمتر و آنی اتفاق میافته. اما از روزی که مردم ایران در حوزه علمیه رو باز کنن همام خونی راه میفته که تا زانوی اسب امام زمانشون میرسه که موضع قاطعه وزیر امور خارجه عراق و دولت عراق رو شنیدم که عراق اجازه نخواهد داد که از فضای اون کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری سو استفاده بشه و تهاجماتی صورت بگیره زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی در نامه به علی خامنه ای الدنگ او را پدر حکیم و وارسته خواند و نوشت که با کشته شدن حسن نصرالله یک بار دیگه قاسم سلیمانی را از دست دادیم او افسود مدیریت جناوالی به عنوان رهبری آگاه و زمانشناس بزرگترین معلم این دوران پر و اینجاست که میبینیم ترس چجوری تمام اعضا و جواره رژیم رو گرفته ایشالله به زودی نوبت پدرای دیگش هم میرسه در همین ارتباط اووی قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده که مسعود اسداللهی استاد دانشگاه وابسته به سپاه که در صدا سیما از نقش جمهوری اسلامی در خرید پیجرهای حزب الله لبنان سخن گفته بود رو احضار کرده و او به نادرستی سخنان خودش اذعان کرده جالبه بدونید که اسداللهی پیشتر مشاور قاسم سلیمانی بوده سفر بنده به طور مشخص برای رایزنی در رابطه با مسائل ویژه و خطرناک و حساس در منطقه منطقه ما و منطقه خلیج فارس صورت کرد جهانبینی بچه شیعه به خاطر سالها مغزشویی در کل تغییر نمیکنه. اونا اقامه بدون خطر نماز جمعه در قلب تهران و فرود بی تلفات سامانه باقر در بیروت برای رویت محل قمسوس شدن تعداد زیادی از یارانشون را پیروزی راهبردی محور میدونن و این جلسه اقامه نماز میت رو هم که پیروز شدن دیگه الان فقط دارن به صلح فکر میکنن جالب اینجاست که جمهوری اسلامی هر آنچه که در توان داشت از سحر و جادو علوم خفیه احزار جنها باز کردن سرکتاب تا دعا و نظر و نیاز و در نهایت عجز و لابه و چرخش و نرمش رو به کار گرفت تا با بازگشت پهلوی و قدرت پهلوی دوستان مواجه نشه و جان کلام سکوت قبل پیجرا رو به یاد بیارید یکم دندون رو جیگر بذارید که اتفاقات خوب در راهه همچین اسرائیل بزنه که براندازی بعدش مثل آب خوردن بشه به عراجیف پامنگلی و حرفای فاقد استدلال لطفا توجه نکنید هیچ سیگنالی از توافق بین جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود نداره که هیچ برعکس نشونه ها خبر از برخورد سخت میدن و اولین نشانه هم همینه که حمله ای انجام نشده پلن براندازی اینجوری کار میکنه باید صبر داشت چون کسایی که این پلن رو پیش میبرن از بالا به صفحه بازی خیلی بزرگ با نگاه باز نگاه میکنن بهتون قول میدم که 22 بهمن خودتون میگید که چه چیزهایی را پشت سر گذروندیم اسرائیل قرار جمهوری اسلامی رو پاره کنه حتی وزیر خارجه اسبق انگلیس که دوست روحانی و ظریف هم بوده گفته که جمهوری اسلامی کارش تمومه اینو بدونید که تنوعی از حملات رو خواهید دید سایبری تا موشکی دومینووار که این آخوندان فرصت نکنن شلوارشون رو بکشن بالا و ما شاهد لحظاتی آخر خواهیم بود تازه قرار نتانیاهو به استقبال ترامپ بره او غیر قابل پیش بینیه. اجازه بدید که امیدشون نسبت به حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی سرد بشه و ناگهان اون وقته که با یک حمله در شوک فرو میرن و آتش وجودشون رو گرم میکنه آن لحظه دور نیست امیدوارم که امشب یکی از بهترین شبهای زندگیتون باشه پاینده ایران جاوید شاه تا عبد و زنده باد رضا شاه دوم بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم روز و روزگارتون خوش